آقای آدم به شما خوش آمد میگم. هر وقت که موضوعاتی که خودتون میخواین به اصطلاح صحبت شد تموم شد، راجع به این ماجرای نفت، داستان این نفت رو خلاصه به زبان ساده برای ما بگید. و دیدم یه نوشته آمده بود که مصدق نفت رو ملی نکرد، تازه بعد از مصدق بشکه نفت شده بود یه دلار و این شاه نابغه ما بوده که نفت رو به اصطلاح نجات داد و اینها. من که واقعا خیلی ناراحتم، این شاه بیچاره فوت شد و الا ایشون دنیا رو نجات میداد، ولی یه عکسی درست کردن فرستادن و نوشتن. میدونید دلیل سقوط شاه چی بود؟ دلیل سقوط شاه کابینه به اصطلاح بی سوادش بود. این جالبه که عکس تمام وزرا عکس شاه هست. نمیدونم شما اونو دیدید یا نه. بله بله، دوستان عزیز با آقای امیر حسین لادن هستیم. من بیش از این صحبت نمی کنم. آقای لادن میکروفون در اختیار شماست. این شما، این هم دوستان در سر تا سر جهان، بفرمایید. درود بر شما، سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. نمیدونم دوست دارین که با داستان نفت شروع کنیم یا با این داستانی که عکس تصویری که علازد خودشون تمام تک تک کابینه خود ایشون هستن. هر کدومش رو دوست دارید شما شروع کنید، من اون عکس رو هم در حین صحبت‌های شما نشون میدم. سپاسگزارم. در رابطه با داستان نفت، خب مسلما یک چارچوبایی که بد نیست دربارش برای احیانا جوانا یا کسانی که در این مورد آگاهی‌های کامل ندارن یه صحبتی بکنیم. نفت 1901 با دسیسه و حقبازی و رشوه انگلستان و با ناآگاهی و پول پرستی دربار و شاه در ایران به امضا رسید. یک قراردادی بود برای 60 سال و ایران سهمش بود 16% از سود این فروش نفت، قرار داده نفت. خب اولا پرسش اینجاست که چرا 60 سال، چرا 16% از سود، و اینکه اگر شما توجه کنید به این موضوع، بسیار جالبه به نظر من که ایران حق نداشت، یعنی به ایران حق اجازه ندادن که دفاتر شرکت رو ببینه یا بررسی کنه. پس بنابراین اون 16% هیچ معنی و مفهومی نداره. 16% چی؟ و میبینیم که این موضوعی که اجازه نمیدادن ما دفاتر رو بررسی کنیم 50 سال. چه کسی اجازه نمیداد؟ چه دولتی؟ انگلستان. بله. انگلستان و شرکت نفت، البته شرکت نفت یک بازوی انگلستان بود، به ایران اجازه بررسی و دیدن دفاتر نمیدادن. یعنی این واقعا شرم‌آوره که حکومت ایران هم با این میرفت جلو و این ادامه پیدا کرد تا همون مصدقی که این آقا به شما گفته بودن یا براتون نوشته بودن که نفت و ملی نکرد. برای اینکه جبهه ملی و نهضت ملی شدن نفت پس از اینکه نفت ملی کرد، اون اولین باری بود که ما دفاتر رو به قول خودمون دستک و دفتر اومد به دستم و دیدیم که همه چی دزدی و تقلب و اصلا باور نکردنی. من یک نوشته رو میخواستم برای بینندگانتون بخونم، این خیلی جالبه به نظر من. نوم چامسکی مهمترین اندیشمند سیاسی امروزه. ایشون در مورد قرارداد نفت نویسه که قرارداد نفت بی پی با ایران یک سرقت خالص و اجحاف مطلق بود. ایران نیم قرن کفاره داد. ایرانیان در فقر و فلاکت و حقارت زندگی می کردن و انگلیس ها با خرج ملت ایران در رفاه، آسایش و نعمت بودند. صدها میلیارد دلار از ثروت ملی ایران که می بایستی برای
آبادی ایران و رفاه ملتش صرف شود، به حساب بی پی واریز می شود. یکی از مشکلات این قرارداد نفت این بود که هرگاه حکومتی در ایران بود که انگلیس و این شرکت نفت رو می‌برد زیر سوال، می‌گفت آقا شما به ما فرض کنین امسال دادین 500 هزار لیره، چرا؟ به چه دلیلی؟ وقتی که شما اینقدر از تولید ما رو بردین. بلا فاصله در چند نقطه از ایران انگلستان با اسلحه و پول عشایر رو راه مینداخت و اینا شورش میکردن، جاده ها رو راهزنی میکردن، انقدر به دولت مرکزی فشار میوردن تا دولت باز دوباره ماستشو کیسه کنه و همراه بشه. یعنی انواع اقسام وسائلی رو داشتن که به اون مقاصدی که میخواستن برسن. اگر نمیدونم حالا میتونیم باز دوستان سلطنت طلبمون میتونن از ما دلگیر بشن و شروع کنن فحش دادن، ولی یکی از کارهای بزرگی که رضا شاه برای شرکت نفت کرد 1933 بود که بهش میگن لایحه الحاقی. این زمانیه که 31-32 سال از قرارداد نفت گذشته بود، از اون 60 سال، و اینا تونستن از طریق رضا شاه 30 سال به این قرارداد اضافه کنن. و یک داستان خیلی جالبی داره که چجوری همینجوری که دارن ایران داره، نماینده های ایران دارن با شرکت و با انگلیس گفتگو میکنن، داشتن به یه نتیجه مثبتی میرسیدن و شاه میاد و میگه که داستان قرارداد به کجا رسیده، و میگن قربان اینه، ازشون میگیره پرتش میکنه توی بخاری که توی اتاق بوده و قراردادو میسوزونه، و بعد خودش دستور میده که خودش و نماینده انگلیس بشینن و این قرارداد جدید رو بنویسن. اینم از خدمتهای بزرگ رضا شاه بوده. یکی از این باز جالبه به نظر من و شاید بعضی از بینندگانتون ندونن، و اونه که این تنها داستان نفت تنها این نبود که اینا داشتن میچاپیدن و شاید به ما 1% میدادن، شاید 5% میدادن، هیچ اصلا نمیدونیم، ولی ده ها هزار ایرانی رو به صورت کارگر و کارمند اجیر کرده بودن با یک حقوق دستمزد بسیار ناچیز، یعنی طوری که اینها توانایی داشتن یک اتاق رو نداشتن و چه جاهای زندگی میکردن که بهش بادن حربی آباد، در بدترین شرایط. خب این شق دومش بوده. شق سومش که واقعا شرف و حیثیت ما رو از بین میبرده این بود که رابطه رفتار انگلیسا در ایران با ما ایرانی ها که تو میهن خودمون بودیم نجات پرستانه و تبعیزگرانه بود، طوری که توی اتوبوسی که اونا بودن ما رو راه نمیدادن، توی فروشگاهی که بودن ایرانی رو راه نمیدادن، توی دستشویی، توی استخ، توی مملکت خودمون ما میبایستی به ایران به اینا میگفتیم صاحب. ما اینو درباره هندی ها میدونستیم، ولی فکر کنم بیشتر ایرانی ها در خوره خود ما اینو نمیدونستن. و این ادامه داشت تا اینکه بالاخره چند تا ایرانی با شعور، با وجدان، با شرف و شجاع دور هم جمع شدن و اون جبهه ملی رو تشکیل دادن که بعداً نهضت ملی شدن نفت، ملی کردن نفت، اخراج انگلیس و کوتاه کردن دستشون از جلوی ایرانی ها بود. نمیدونم دوست دارین تا اینجا خوبه یا میخواین راجب این ادامه بدین راجب نفت. خیلی ممنون. اتفاقا یکی از دوستان روی همون عکس یه چیزی نوشته که درباره علم در خاطراتش می نویسد اجلاس سران اوپک بود، اعلیحضرت فرمودند خودم به این اجلاس می روم. عرض کردم پس جمشید آموزگار چه می شود؟ فرمودند او چه می فهمد؟ حالا جالبه ای که بعضی ها مثلا میگن آقای جمشید آموزگار خیلی باسواد بوده و فلان اینها، ولی جای تأسفه که اینها که باسواد بودن اونجا به خاطر که مقام نگه دارن
هر توهینی بهشون میشده صداشون در نمیمده که فقط مطمئن باشن اون حقوقشون پابرجاست و اون قدرتشون که بتونن این ور اون ور معاملاتی انجام بدن. اون عکس رو من نشون دادم، الان هم دارم نشون میدم، دوستان نگاه کنید، نوشته که این سران حکومتی در دوران محمد رضا شاه همه وزارت ها رو عکس شاه رو گذاشته، نوشته شاه شاه، نخست وزیر شاه، منشی شاه، همه اینا خودش بوده. و الان ما یه نمونهش تو آمریکا گرفتار هستیم که اینجا رفته یه وکیلی آقای ترامپ استخدام کرده، جولیانی، که میگن 30 سال وکالت نکرده و دیگه به درد نمیخوره، مثل من که معلم بودم 40 سال درس ندادم دیگه به درد نمیخوره. و این آقا اومده کار وزیر امور خارجه رو انجام میده، کار چند تای دیگر انجام میده و خود ترامپ امروز گفت که بسه، میخواد در موردش صحبت کنه. یعنی اینایی که فکر کنم بهش میگن مایکرو منیجمنت، فکر میکنن که همه کارها رو اگه خودشون انجام بدن بهتره، به قول معروف سون و لید دیر یا زود به این نتیجه میرسن که اون شرکت رو داغون میکنن، اون مملکت و حکومت رو از بین میبرن. من بازم از شما ممنونم، از دوستان میخوام که اگر سوالی دارن از شما یا با شما یا با ما تماس بگیرن تا در برنامه های آینده شما جوابگو باشید و بتونیم این مشکل به اصطلاح این تاریخ رو یک نگاهی داشته باشیم. ولی سوال من این بود، چرا شما و دوستان دیگه ماجرای نفت رو میگید داستان نفت؟ یعنی این چرا به داستان بیشتر شبیه شده تا اینکه حقیقت و واقعیت؟ نگاه میکنیم میبینیم واقعا شبیه یک افسانه است. آخه چجوری امکان داره یه ملتی حاضر باشه نفتشو بده، افراد میهنشو بده به صورت اجیر و استثمار شده، بعد شرف و حیثیتش هم بده؟ یعنی تو مملکت خودش باهاش مثل آدم رفتار نکنن. خب اینا رو آدم بهش نگاه میکنه و به مجموعهش نگاه میکنه، میبینه که یک دونه داستانه، اصلا به نظر عجیب و غریب میاد. شما داشتین در این مورد صحبت میکردین که شاه چگونه درباره آموزگار به علم گفت، دیگه یه دونه چیزی بود، یه دونه سرمانی به چی فارسی میخوام بگم، جشنی بود. بعد یه جشنی بود در باشگاه افسران که فرمانده کل ارتش و هویدا در اون جشن بودن. هویدا داره صحبت میکنه برای این افسرهایی که دارن فارغ التحصیل میشن و وقتی که میرسه درباره اعلیحضرت صحبت کنه، میگه که در ضمن توجه داشته باشین همین تیمسار ارتش بودی که اینجا نشستن، ایشون فرمانده کل ارتش، ایشون شغل اصلیشون رئیس دفتر اعلیحضرتن برای مسائل نظامی، من رئیس دفتر اعلیحضرتم برای مسائل سیاسی، یعنی نه من نخست وزیرم نه ایشون فرمانده قوا. خب این یعنی دیگه بعد بقیه همه میدونن که بعد ماستاشون رو کیسه کنن، دیگه شغلی برای کسی نیست، شاه همه کار است. یه بار به آقای من سعی میکنم نامشون رو یادم بیاد، پیشنهاد میکنه شاه که ایشون وزیر امور خارجه بشن. ایشون شاهو کاملا میشناخته و میگه علی‌حضرت وقتی من وزیر امور خارجه بشم شما اجازه میدین که من در چارچوب دانش و بینشم کارها رو انجام بدم؟ میگه نه، شما صبح به صبح با من تماس میگیرین و بعد میرین چیزایی که من گفتم انجام میدین. میگه متاسفم علی‌حضرت، من توانایی چنین کاری رو ندارم. و بعدم به ایشون میگن که شما یه شغلی بگیرین از ایران برین بیرون و ایشون میشه سفیر ایران در هندوستان. آقای عبدو، جلال عبدو. ببینید این مسئله یکی دوتا نیست، بارهای بارها. البته در ضمن زیادم نمیتونیم از محمد رضا شاه ایراد بگیریم، برای اینکه رضا شاه هم در کابینه همینطوری بود، البته ایشون که خود رفتارش متفاوت بود. توی کابینه، جلسه کابینه، اولا رضا شاه حق نداشت که تو جلسه کابینه باشه، محمد رضا شاه هم همینطور، ولی هر دوشون میبودن
و رضا شاه با عصا کتک میزد وزیری رو که چیزی بگه که همراه با گفتار و پندار رضا شاه نباشه. بعضی وقتا انقدر تو سر وزیره میزدن که میبردنشون بیمارستان. آخه من نمیدونم که این کسانی که سنگ سلطنت به سینه میزنن آیا نمیان یه روز یه ساعت وقت بذارن نگاه کنن ببینن که ما چی کشیدیم، نتیجه سلطنت چی بوده، آیا تشخیص میدن که این حکومت واقعا بی همه چیه امروز که نموداری از جهل و خرافاته و فاسد و دزده و دلوقت نه تنها ایران رو چاپیده، الان ما رو در معرض یورش نظامی گذاشته. اینا وارث اون سلطنت هستن، وارث اون پدر هستن، پدر و پسر هستن. نمیدونم ما چجوری مسائل رو نگاه میکنیم. بسیار ممنونم. اگر موضوعات دیگه ای هم هست که دوستان با شما تماس گرفتن لطف کنید بفرستید به اصطلاح در مورد صحبت کنید. و این که شما میگید اینها به اصطلاح حاصل اون برنامه هستن، یه دوستی مقاله جالبی نوشته بود، نوشته بود معمولا باکتری، ویروس، هر چیزی که بده اینها در محیط های بد درست میشن و اون محیط بد بوده که اینا رو درست کرده، حالا شما باید باهاش مبارزه کنی، اگه بدنت طاقت بیاره که از شرشون راحت میشی، اگه نه که شما هم از بین میری. و این به اصطلاح تاییدیه بر گفته‌های شما. بفرمایید. نمیدونم دوست دارین که در همین چارچوبی که هستیم پیش بریم؟ لطف کنید. بله بفرمایید. من یکی دو تا پرسش برای من شده بود که من می‌خواستم اگر میتونیم درباره اونا یه گفتگویی بکنیم. و این بود که میگفتن که چون من دفعه پیش اشاره کردم به این که این ملاهایی که هستیشون بر پایه خرافات و موهوماته و هم و غمشون کیسه و شکم و تنبانه، چرا در قرن 21 قرن کامپیوتر و تسخیر فضا عقب افتاده ترین قشر جامعه به ما حکومت میکنن؟ این یکی از پرسش های بود که دوستان مطرح کرده بودن و من برداشتم برای این بود که اینو باید به دو بخش بهش نگاه کرد. اول اینکه آیا ملتی که چنین قشری رو به رهبری انتخاب کرده هیچ گونه احساس مسئولیت میکنه یا اینکه مشغول فرافکنیه، یعنی همه چی رو تقصیر دیگران میندازه، کی بود کی بود من نبودم. و دوم باید دید که چه عواملی و چگونه چنین سرنوشتی رو برای ما به وجود آورد و ما رو اینجور گرفتار کرد که راه پس و پیش نداشته باشیم. یک ضرب المثل فارسی نیست ولی در فارسی هم داریم که میگه که هر ملتی لایق حکومتی است که دارد. پرسش من اینه که آیا این مسئله در مورد ما هم صدق میکنه؟ آیا اون جمعیت‌های میلیونی که در خیابان‌ها بر علیه شاه تظاهر می‌کردن اینها انگلیس‌ها بودن؟ اون 2-3 میلیونی که به پیشواز خمینی رفتن استکبار جهانی و آمریکا بود؟ اون میلیون‌ها که مرتب فریاد می‌زدن ما همه سرباز توییم، ما نبودیم؟ یا اون میلیون‌ها که رو پشت بون الله اکبر میگفتن، خمینی رو در ماه میدیدن و موش رو تو آیه بقره پیدا میکردن، از کره مریخ اومده بودن؟ و بالاخره اون 99.7% که رأی آری دادن به جمهوری اسلامی، به رفراندوم جمهوری اسلامی، اونا چطور؟ علت که من اینجوری اینو پاسخ میدم برای اینکه هنوز ما تکلیف خودمونو با این انقلاب 57 مشخص نکردیم و تا زمانی که نپذیریم
در به وجود آوردن این انقلاب سهمی داشتیم، بر خودمونو از اون توانایی خودمون برای در براندازیشون جلوگیری کردیم. یعنی پذیرفتن این به ما میگه که شما در ضمن قدرتمندین که همینطوری که این آخونده رو سوار کردیم همینطوری پیاده کنیم. میبخشیم آقای لادن. یکی از دوستان که به قول آقای دکتر پارسا بناب تصادفاً ایشون هم شیرازی هستن میگه که من و تو یه مستند نفت درست کرده، تلویزیون من و تو یه مستند نفت درست کرده در مورد همین آتش زدن قرارداد توسط رضا شاه، جوری میگفت که انگار اقدام شجاعانه و ضد انگلیسی انجام داده. اتفاقا در همین مستند میگفت باعث شد که قرارداد اصلاح بشه و به نفع ایران تموم بشه. یعنی ببینید چجوری اینا داستانها و تاریخ و اینا رو تحریف میکنه. بله بفهم. یه دونه مسئله هم که میگفت گنجیش که رنگ میکنن به جای قناری میپوشن، این داستان سلسله پهلویه. درجه به این که تکلیفمون رو مشخص کنیم با انقلاب، دوست داریم میتونیم ادامه بدیم یا بریم روی مطلب دیگه؟ نه اینو بگید، چون توی کتابتون و توی ویدیوهایی هم که درست کردین شما روی این نکته خیلی تاکید میکنید و به نظر من یک چیز لازمی هست که همیشه برگردیم یادآوری کنیم که اینجوری هم که میگن نیست، فلسطینی ها آمده باشن آدم ها رو تیر زده باشن، خارجی ها آمده باشن به اصطلاح اون کارها رو انجام داده باشن و باید خودمون رو توی این ماجرا یه جایی ببینیم. من از شما خواهش میکنم اونجا اگه برنامه دیگه روشن هست روی کامپیوترتون اونا رو ببندید، چون صدای شما یکم قطع و وصل شد این آخری. من هیچ چیزی تو کامپیوترم روشن نیست. بفرمایید. میخواین هدست بذارم؟ نه 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 اوکی بفرمایید. راجع به این که بعد تکلیفمون رو با انقلاب روشن کنیم، من به شدت معتقدم که نمیتونیم بدون آگاهی از حوادث، از بقایای مهم تاریخ 100 سال گذشته حرکت کنیم، چون همه چی در اون ریشه داره، همه چی به اون بستگی داره و وابسته است. و برای اینه که من میگم خیلی مهمه ما باید بدونیم، حتی تا انقلاب مشروطه باید بدونیم، راجب انقلاب مشروطه باید بدونیم، راجب جنبش ملی شدن نفت، راجب انقلاب 57. ولی خب انقلاب 57 چون دیگه راجب 40 سال پیش صحبت میکنیم، واقعا خیلی مهمه که ما حقایقو در این مورد بدونیم. از دید من و بر اساس پژوهش و مطالعات 37 سال گذشته، ریشه انقلاب در کودتای 28 مرداد، در ناکامی نهضت ملی شدن نفت و در ادامه چپاول ثروت‌های ایران به وسیله بیگانگانه. همین آقای برنی سندرز هم گفته بود در یکی از صحبتاش که برگردید نگاه کنید به دخالت آمریکا 1953، نتیجهش انقلاب 57 بوده. ولی ببخشید من ممکن این تکرار مکرراتم باشه، ولی بازم گفتنش و تکرارش بد نیست. این ماجرایی که شما گفتید که ملاها حکومت میکنن و خرافات و اینها، پس سوال اینه که خب در این قرن 21 این همه کامپیوتر و تسخیر فضا و اینا، چرا یه قشر عقب افتاده به ما حکومت میکنه؟ بسیار عالی. مشکل فقط در اون چارچوب این که الان قرن کامپیوتر و فضا و اینترنت هست و این قشر داره به ما حکومت میکنه، بعد یه مقداری اینو بیشتر بریم تو، و اون اینه که همه چی دو طرف داره دیگه. یه طرف، حتی اگه خاطرتون باشه یه دفعه در این مورد صحبت کردیم که وقتی راجع به عوام فریب صحبت میکنی دو تا طرف داره، عوام فریب و عوام. اینم همینطوره، فقط این نیست که این قشر عقب افتاده
و واقعا نادان داره به ما حکومت میکنه، ما متاسفانه در اون جایی که باید باشیم قرار نداریم. یعنی ما فرهنگمون یک فرهنگ قشری و سنتیه که یک چیزهایی در این چارچوب جاسازی شده که نجات ازش خیلی مشکله و اوناست که دست پاگیره. اگه خاطرتون باشه شاید دو ماه پیش در یه گفتگویی حتی لیست اون کاستی های فرهنگی رو شما نشون دادین و باهاش در موردش گفتگو کردین. اونها خیلی نقش دارن. برای مثال شما نگاه کنین به اپوزیسیون، چرا طی 40 سال نتونسته با هم باشه و گامی برداره؟ برای اینکه تمام ماها هممون از همون فرهنگ اومدیم بیرون و تمام اون مشکلات رو داریم در درجات متفاوت و از اینا گذشتن خیلی خیلی مشکله و نیاز به یه مقداری دانش و بینش داره. در چارچوب چیزی که داشتم خدمتتون میگفتم راجع به این که انقلاب، من میخوام دو سه تا چیز دیگر هم اضافه کنم بهش اگه فرصت داشته باشیم. یکیش این که این انقلاب نتیجه زیر پا گذاشتن قانون اساسی به وسیله شاه بود. یعنی شاه حکومت کرد به جای اینکه سلطنت بکنه. نتیجه سرکوب معترضان بود، زندان و تبعید دگراندیشان، نتیجه فساد گسترده دربار و هزار فامیل که تمام مملکت رو تصاحب کرده بودن، نتیجه بربایی حز رساخیز که همونطوری قبلا هم گفتگو کردیم که یا عضو بشین یا پاسپورتتون رو بگیریم بریم، نتیجه حکومت فردی و خودکامه شاه که نه به کسی، نه کسی رو لایق شرکت در سرنوشت ایران میدونست و نه به کسی رو اعتماد داشت، حتی به همسرش فرح، و بالاخره نتیجه بیماری شاه بود و ما تو ایران میگیم که عقل سالم در بدن سالم. در چنین وضعی بودش که، چون وقتی میگم خارجی ها دست داشتن، در چنین وضعی بود که خارجی ها اومدن از آب گلالود ماهی بگیرن و ما باید بدونیم که انگلیس، فرانسه، آمریکا، شوروی، همه کشورهای بیگانه، اصلا تمام کشورها فقط تنها دنبال منافع خودشون هستن و ما نمیتونیم به این موضوع اصلا ایراد بگیریم، ولی میتونیم چند واقعیت رو با هم دیگه مرور کنیم. حالا من اینجا سکوت میکنم، اگه دوست دارین ادامه بدیم یا در مورد یکی دیگه گفته بگم. بله خیلی ممنون. شما اجازه بدین که دوستان هم به اصطلاح اگر نظری دارن بیان شرکت کنن. و خیلی جالبه، دوستی که خب به جای عکسش عکس پرچم گذاشته، به جای اسمش نوشته سیاوش سیاوشی و آمده به من و شما نصیحت میکنه که آقا خودتون رو خسته نکنید، رضا پهلوی یا باز خواهد گشت و یک پادشاهی تشریفاتی پارلمانی خواهد بود و یا اگر هم جمهوری بشود جمهوری پارلمانی خواهد بود. ولی خیلی جالبه که این دوستان که ظاهرن طرفدار آقای رضا پهلوی هستن حتی خودشون هم بهش ایمان ندارن، چون یه آقایی هست که اسمش حسین کمپانیه، این با نام هکه، با نام قلابی، یعنی کسی که میترسه اسم خودش رو بگه، مینویسه و امروز هم نوشته که نه خیر دیگه اصلا تمام وسائل درست شده که رضا پهلوی بره شاه بشه. یعنی ببخشید من بارها گفتم ای خاک بر سر 80 میلیون نفر که پیدا شدن یک جنازه چند ساله اینجوری به اصطلاح بهشون امید میبخشه، بعد یه عده آدم لات که اینها خواهرهاشون رو تو خونه میذارن، همسرشون رو تو خونه میذارن که برن اونجا فوش و فضیحت کنن تو سالونای ورزشی و اونها گفتن که رضا شاه روحت شاد. حالا این دوستمون نوشته که یا این میشه یا اون میشه، این همون از کرامات شیخ ما چه عجب مشت را باز کرده گفت یک وجب. بعد ایشون میگه که عجیب است
عجیب است. فکر میکنید یک حکومت شاهنشاهی مثل پهلوی دوباره به وجود بیاید؟ شدنی نیست. ما فکر نمیکنیم قربان، شما دوستان احتمالاً دنبالش هستید و امیدوار هستید، و شمایی که امید دارید رضا پهلوی بیاد حکومت پارلمانی پادشاهی، آیا تا امروز این رضا پهلوی آمده بگه پدر من حکومتش حکومت درستی نبود و به جای به اصطلاح اینکه پادشاه باشه حکومت کرد، به جای اینکه فقط به قول شما یک حالت تشریفاتی داشته باشه؟ طبق این عکسی که بازم الان بهتون نشون میدم، شاه خودش شاه بود، خودش نخست وزیر بود، خودش وزیر دربار بود، خودش وزیر نفت بود، و الا کدام احمقی وقتی که یک جایی جلسه ای هست میاد قبل از اینکه جلسه تموم بشه با خبرنگارا این عقده داشته، با خبرنگارا مصاحبه میکنه و میگه ما به زودی قیمت نفت رو میبریم بالا. در صورت اینم من ممنونم، ایشون میگه من فامیلم سیاوشی هست، جعلی نیست، دوم طرفدار رضا پهلوی هم نیستم. خیلی ممنون. من همیشه گفتم این دوستمون امید و امیدوار، یا بعضی دوستان داریم اکبر اکبری، جعفر جعفری، من به شوخی میگم اینا پدر و مادرشون لغت کم آوردن که مثلا اسمشو گفته گذاشته فامیلش هم همون. و در صورت ممنونم، اصلا مهم نیست برای ما که اسم و فامیل شما چی باشه. باور که شما اگه دو روز نیای اینجا ما اصلا یادمون میره که شما چی نوشتی، ولی همین که امروز در بحث ما شرکت کردی ممنونم. بیشتر بیا بنویس، بیشتر پیام بذار بگو تا ما ببینیم. خب شما میگی من طرفدار رضا پهلوی نیستم، ولی میگی امیدوارم که رضا، یعنی امید دینی که رضا پهلوی بره اونجا. اینم باز نشون میده که به قول آقای لادن ما یک ملتی هستیم که خودمونم نمیدونیم چی میخوایم، میدونیم چی نمیخوایم، ولی نمیدونیم چی میخوایم. هیچ وقتم نمیایم با شهامت بگیم که من اینو میخوام. ببخشید من زیاد صحبت کردم، شما بفرمایید نظرتون درباره این که یا رضا پهلوی میره و پادشاهی تشریفاتی رو راه میندازه و ایران میشه دوباره گل و گلستان، یا این که یه جمهوری میاد که احتمالاً با رأی مردم خواهد بود. و در هر دو صورت ایشون خوشبینه، هیچ چیزی به غیر از ایران کشور گل و بلبل در آینده ایشون نیست. بفرمایید. من دو تا مسئله بگم. یکی این که به نظر بعضی از همیهنانمون فقط دو تا رژیم وجود داره، سلطنت و فقاهت. خب رژیم های دیگری هم وجود داره، نوعای حکومت دیگری هم وجود داره، پس ما نیازی نداریم ما بین دوتا انتخاب کنیم، میتونیم ما بین چند تا انتخاب کنیم. قسمت بعدی که روی اشخاصی مثل رضا پهلوی بعضی ها تکیه میکنن، مشکل بعدی به نظر من اینه که جز اون کاستی های فرهنگی که با هم صحبت کردیم، بت‌سازی و بت‌پرستی. اگر نه چطور میشه که خمینی میشه امام، شاه میشه اعلیحضرت آریامهر خدایگان؟ این یکی از مشکلات ماست که شما نگاه کن که یک آدم دیوانه و واقعا جنایتکاری مثل نادر میشه نادرشاه کبیر یا نادرشاه بزرگ، شاه عباس که خون ملت رو تو شیشه میکرد، 17 تا خزانه در شهرهای مختلف داشت، ملت گرسنه و پابرهنه بودن. من با اون میگی شاه عباس کبیر. علتش اینه که ماها بت‌ساز و بت‌پرستیم و زور در میهنمون مقبولیت داره. یعنی یه موقعی هم هستش که البته زور لازمه، یعنی شما نگاه کنین زمانی که انگلیس در ایران کودتا کرد 1299 که سدزیا طباطبایی و رضاخان رو آورد، اون موقع یه مقداری زور یا امنیت برای شکل دادن به مسائل لازم بود، ولی نه اینکه ما بیایم قوانینی بذاریم زیر پا و کشور رو بکنیم یک کشور نظامی دیکتاتوری. آقای کمال اتاتورک هم اولی که شروع کرد رفت دنبال امن کردن
شهرها و جاده ها و مملکتش، ولی بعد قانون شد ارتش آتاتورک شد حافظ و نگهدار قانون اساسی ترکیه. ما این کار در ایران نکردیم و رضا شاه شد همه چی. اگر یک کسی در نشریهش چیزی می نوشت که به مزاق ایشون خوب نمی اومد، یا خودش شخصا یا سربازا و افسران می فرستاد سر و صورت یارو رو خونی و مالی می کردن، تهدیدش می کردن که اون یا بره کنار خفشه یا می داختن زندان رو تبیدش می کردن. و اون وقت چه از ایرانی های بزرگ و بی نظیری رو اینا کشتن. شما نگاه کنین تیمورتاش که جز کسانی بود که رضا شاه رو رسون به اونجایی که باید برسونه، داور. بعد نگاه می‌کنین در زندان فرخی یزدی، میرزاده عشقی، تقی ارانی. این مملکت ما اینطوری بوده. یعنی من میخوام اینا رو داستانا رو بیان میکنم، امیدم اینه که ما بین اون شاه اللهی ها و سلطنت طلبا کسانی باشن برن یه نگاهی بکنن ببینن اینا کی بودن، حداقل برن نگاه کنن که ثابت کنن من اشتباه میکنم. خیلی ممنون. یکی از دوستان اینجا نوشته والا ما از ترس سلطنت طلبا و شاه اللهی ها میترسیم حتی پرسشای خودمون رو مطرح کنیم. جالبه که این آقای سیاوش سیاوشی احتمالاً جوانه و حتی نمیدونه که شما وقتی مینویسی سلطنت پارلمانی غلطه. اگه میخوای بنویسی باید بنویسی پادشاهی پارلمانی. از اون جالبتر اینه که وقتی شما میگی نادر یک جنایتکار، یک دیوونه‌ای که حتی بچه خودش رو هم بس که کور کرده بود اگه اشتباه نمیکنم، این آقا یکم ناراحت میشه. ای آقا اینا قهرمانان ملی ما هستن، پس چرا یونانی ها به اسکندر میگن اسکندر کبیر، یا چرا چینی ها این چنگیز خان یا چنگیز خان خودمون رو اینقدر بهش ارزش میدارن؟ نمیدونم واقعا. بعضی وقتا سوالاتی که این دوستان میکنن همه هم به صورت کلیشه‌ای هست، از یه جای خوندن یاد گرفتن و اینجا میان تکرار میکنن. و میگم اگه این دوستمون یه روزی تصمیم بگیره از پشت پرچم بیاد بیرون، چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من، بعدن با هم صحبت میکنیم بلکه مشکلاتمون حل بشه. و ازت خواهش میکنم دیگه 100 تا کامنت نذار. ببینید شما همینجا دارید زور میگید. یه آدمی که به قانون فیسبوک عمل نکرده عکسشو بذاره، اسمشو درست بنویسه و اینها، حالا هی چپ و راست چیز میکنه، آخر من مجبورم یا اینا رو پاک کنم یا شما رو بندازم بیرون. بعد وقتی بندازم بیرون میگی سربی هم دیکتاتوره. درباره دیکتاتوری یه نکته رو آقای لادن گفت، دوستان بهش توجه کنید. پدر و مادرای ما همشون دیکتاتور بودن. اگه دیکتاتور نبودن ما هیچ کدوم مدرسه نمیرفتیم. این اون دیکتاتوری لازم در یک زمان لازمه. ولی توجه کنید، اگه همین پدر من بخواد وقتی هم من 20 سال 25 سال 30 سالم شد همینجوری دیکتاتور بازی رو ادامه بده، حالا آخر شما دستپا رو جمع میکنی، خونه رو جدا میکنی، دیگه باشون هم صحبت نمیکنی. یعنی دیکتاتورشیپی یه زمانی، بله دیکته گفتن اینها یه زمانی داره، از یه زمان و از یه حدی که بگذره این میشه که الان شاهدش هستیم. من بازم از شما ممنونم. اگر صحبتی دارید، این دوستون میگه الان بیام صحبت کنم، نه قربونت برم، اینجوری که نمیشه. اینجوری اون وقت مثل این میمونه که ما وزرای بیکار شاه هستیم. آقای سیاوش سیاوشی شما آقای شاه هستی، تا اومدی ما همه باید برات لنگ بندازیم. نه عزیزم، شما برنامه بذار، هفته دیگه با هم صحبت میکنیم. امروز آخر هفته است دیگه، با هم صحبت میکنیم. بعدم اگه آقای لادن هم مایل باشن با ایشون هم به اصطلاح گفت شنودی داشته باشه. آقای لادن موضوع دیگه ای هست که شما بخواید درباره صحبت کنید بفرمایید، ما باز هم گوش. حتما با کمال میل. در نمیدونم دوست دارین در رابطه با نفت یک چیزی رو برای شما دوستان بگم؟ حتما بفرمایید. اینی که ببینیم که چرا اینقدر مسئله نفت مهمه، میخواستم براتون راجع به سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و در رابطه با انرژی دو سه مطلب رو درآوردم که برای بینندگانتون شاید جالب باشه. 1945، 73 سال پیش،
وزارت امور خارجه آمریکا این دو جمله یا این جمله رو کرده بود سیاست انرژی آمریکا. نفت خاورمیانه رو منبع شگفت انگیز قدرت استراتژیک و عظیمترین و پربهاترین غنیمت در تاریخ جهان میدانست. این سیاست انرژی آمریکا در خاورمیانه بوده. 10 سال بعد از اون آیزنهاور در این مورد میگه خاورمیانه از نظر استراتژیک مهمترین منطقه جهان برای آمریکاست. 20 سال بعد از این، یعنی میخوام نشون بدم که تمام این 70-80 سال گذشته همش در این چارچوب. 20 سال بعد زمانی که برزینسکی رئیس شورای امنیت آمریکاست مینویسه آمریکا تنها ابرقدرت جهان برای بقای قدرت، شکوفایی اقتصاد و برتری قوای نظامیش میبایستی منابع نفتی جهان را در کنترل داشته باشد، به خصوص منابع نفتی کشورهای همجوار دریای خزر و خلیج فارس باید در کنترل مطلق آمریکا باشد. شیر نفت منطقه باید در دست آمریکا باشد و کنترل انرژی به هر قیمتی، این به هر قیمتی خیلی مهمه، مورد اجرا قرار گیرد. ضامن اصلی ابرقدرتی کنترل انرژی است. خب ببینید وقتی که سیاست یک کشور در چارچوب خاورمیانه و سیاست انرژیش اینقدر اهمیت داره و ارتش و قدرت و همه چیش بر اون استواره، خب ما باید بدونیم داستان از چه قراره که دست از سر کشورهای نفتی‌ساز بر نمی‌دارن. و اینی که گفتم به هر قیمت خیلی مهمه، در سال 1973 چون شما اشاره کردین راجع به اوپک، در سال 1973 اوپک با رهبری ایران که باید اون اعتبارم به ایران داد، میاد نفت اون موقع بوده $1 هر بشکه و سالهای سال بود که تمام اجناس دنیا قیمتش میرفت بالا، نفت $1 بود. بالاخره کشورهای تولید کننده دور هم جمع میشن میگه آقا اینو باید عوض کرد و قیمتو میبرن بالا. کشورهای غربی به ویژه آمریکا به شدت با این موضوع مخالفت میکنن. در آمریکا یک جلسه اضطراری در کاخ سفید برپا میشه، این زمانیه که نیکسون رئیس جمهور آمریکاست، هنری کسینجر وزیر امور خارجه است و هنری کسینجر توی اون جلسه پیشنهاد میکنه که نیروهای ویژه آمریکا چاهای نفت خاورمیانه رو اشغال کنن. تمام وزرا رأی مثبت میدن، نیکسون میگه فعلا دست نگه دارین تا دربارش گفتگو کنیم. خب اینی که درباره گفتم که به هر قیمتی، منظورم اینجا بود، یعنی اینا حاضرن یعنی مملکتی رو اشغال کنن به خاطر اینکه نفت دست خودشون باشه. این یه داستانیه و البته هممون میدونیم که چجوری چندین بار عراق رو حمله کردن و به خاک و خون کشیدن. بسیار ممنونم، چون این دوست ما آقای سیاوش سیاوشی، من میدونستم که باید یه چیزای کلیشه‌ای یاد گرفته باشه، آخرش هم گفت که من احتمالاً من کمونیست هستم. حالا فعلا به شما هنوز توهینی نکرده، منتظر باشید که تهمت و توهین به طرف شما هم بیاد. آقای خوشنودی که همشهری من هست نوشته که دیروز بحثی بود در صفحات پیج فیسبوک و دوستان و اینها در مورد دختران آقای رضا پهلوی که فارسی بلد نیستن و اینکه رضا پهلوی حتی فکر برگشتن به ایران نداشته که فارسی دونستن فرزندانش هم برایش اهمیتی داشته باشد. آقای لادن، من یه چیزی رو واقعا نمیدونم، شاید حالا این طرفداری باشه از رضا پهلوی، شادم نباشه، یه چیزی رو میگم. من اگر مثلا پدر بزرگم رو با اون خفت و خاری از ایران کرده بودن بیرون، پدر من همچین آدم بی باخار و بی غیرتی بود که باباشو کردن بیرون ولی وای میسه اونجا، بعدم
حالا جنازه باباشم از اونجا بره اونجا و بیاد تو فلان و بعدم هم همه فکر کنن جنازه رو اقلا با خودشون بردن، بعد حالا بگن جنازه رو نبردن، دست به دامن همین آخوندا بشن که آقا این جنازه پدر بزرگ ما رو با احترام خاک کنیم. من اگه جای رضا پهلوی بودم میگفتم خب میام یه نگاهی میکنم به تاریخ ایران، آخرین شاهی که در ایران فوت شده مثل یک انسان و همونجا هم دفن شده چی بوده. هر کدوم از اینا یه جوری در به در شدن، یکیش میگن گفته من میخوام تو فرانسه لبو بفروشم ولی ایران نمیام، اون یکی که اینقدر شما چه لبخندی میزنید، جدی میگم شما اگر جای این آقا بودید حاضر بودید برگردید ایران، حالا یا پادشاه سلطنتی پارلمانی بشین یا پادشاه پادشاهی بشین، یا این آقا که من سه بار از این سوال کردم برید دوستان بنویسید آقای سیاوش سیاوشی بنویس سربی یکم فاصله رضا پهلوی، موقعی که کسی جرئت نداشت به این آقا صحبت کنه من یه جوانی هم بیش نبودم، بهش گفتم آقا شما قسم خوردی که این کار رو انجام میدی، حالا هستی یا نیستی؟ بعد ببینید چه جوابی میده توی پس کوچه ها اون وقتا میگفتن کوچه علی چپ نمیدونم فلان، ببینید چه جوابای مزخرفی میگه، همون جوری که رجوی و طرفداراش جوابای مزخرفی میگن درباره غیبت رجوی، الانم آقای رضا پهلوی حقیقتا قائله، یه جایی یه جنبشی را بیفته از دوستاش سوال میکنه اینا چرنگی بود، میگن جنبش سبز بود، یه تیکه شال سبز میبنده میگن چرنگی بود، جنبش پرپر یا گلخاری چی میگیم به ایرانی، شیرازی ها میگن سوسنی رنگ، در صورت این چه کار کرده آقای سیاوشی؟ شما باید ازش بپرسی اتفاقا، نه من و آقای لادن، من و آقای لادن که میدونیم اینا قرارم نیست کاری انجام بده. در صورت اینم به نظر من اومد که بگم، ممنونم و من مجبور شدم نوشته هایشون رو پاک کنم. خب این که رضا پهلوی بچه هاش فارسی بلد هستن یا نیستن اصلا موضوعی نیست، چون یه بارم گفته بودن خب آقا حالا شما بریم الان 50 خورده سالت، دو روز دیگه پسرم نداری، گفته بود خب دخترام میشن ملکه، خب اگه قرار دخترها بشن ملکه تو که شما خواهر بزرگتر از خودت داری، اصلا موندن توش نمیدونم چی بگم، بیشتر از این من مزاحمتون نمیشم، اگه باز صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه در برنامه های آینده یکم مرتبتر من سر موقع میام و از به اصطلاح دانش شما استفاده میکنم. من سپاسگزارم. فقط یکی از دوستان اندیشکده به من گفتش که دفعه پیش شما یک پرسشی کردین ولی چون پرسش های دیگه پشتش اومد وقتی من پاسخ میدادم پرسش آخری رو پاسخ دادم ولی یکی از پرسش های شما رو پاسخ ندادم. بفهم. اون پرسش رو این دوستم به من گفت، پرسش شما این بود که آیا شما حاضرین برگردین ایران؟ ایران باید چجوری باشه که شما برگردین ایران؟ من گفتم من با سر حاضرم برگردم ایران، ولی خب در حدود 20 سال پیش من در زمینی که اینجا بودم در ایران در چندین دانشگاه سازمانهای دانشجویی تشکیل دادم و یکی از این سازمانها که در دانشگاه بوعلی بود مسئولش تصادفی گرفتار شد، خیلی تصادفی، و در دادگاه ایشون به 6 سال زندان محکوم شد و من در غیبت به جرم محاربه به اعدام. واو. و این خب این دیگه معنی من از به این دلیل دوم، دلیل اول وجود داره که به خاطر گروهی که من باشون فعالیت کردم و بعد این دلیل دوم بوده، یعنی من جز برم اعدام میشم، ولی اگر یک راهی پیدا کنم و دنبالش هم بودم که بتونم پنهاری برم ایران و بتونم مبارزه کنم فردا صبح میرم. این برای مصرف دیگران نه چیزی، این در پاسخ به اون سوالی که گفته بودم شما مطرح کرده بودید و من راجب این اشخاصی که با نام